برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. پاکستان صبح پنجشنبه مواضعی را در جنوب شرقی ایران هدف قرار داد. این حملات در پاسخ به حملات ایران به دو پایگاه گروه تروریستی جیش العهد در پاکستان انجام شده. CNN به نقل از مقامات پاکستانی گفته که این کشور 7 هدف تروریستی در ایران را هدف قرار داده. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان، ایران کشور برادر معرفی شده و تأکید شده است که این کشور به تمامیت ارضی ایران احترام می‌گذارد. به گفته مقامات ایرانی، بر اثر این حملات 9 تن کشته شدند. وقوع انفجار ناشی از نگهداری مواد منفجره در خانه‌ای در جنوب غربی نیجریه به کشته و زخمی شدن دست کم 77 نفر منجر شد. فرمانداری ایالت اویو در جنوب غربی نیجریه از وقوع انفجار در یکی از مناطق این ایالت و مرگ 2 نفر و زخمی شدن دست کم 77 تن خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی فرمانداری اویو، 77 نفر زخمی این حادثه تحت درمان قرار گرفته و اکثر آنها رفته رفته در حال مرخص شدن هستند. به گفته مقام ها، تحقیقات اولیه سازمان های اطلاعاتی امنیتی نشان می دهد که معدنکاران غیرقانونی در یکی از خانه های منطقه بوجیا مواد منفجر انبار کرده بودند و این علت حادثه بوده است. موج این انفجار مرگبار چندین خانه را فرو ریخته و ساکنان وحشت زده را به خیابان‌ها کشاند. به گفته مقام‌های محلی، عملیات امداد و نجات همچنان در جریان است. دیدبان بین المللی حقوق بشر در گزارشی جدید اعلام کرد که عربستان سعودی در حال سرمایه گذاری برای میزبانی رویدادهای ورزشی بین المللی است تا سابقه خود را در زمینه نقض حقوق بشر سفید کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، این سازمان در ادامه افزود عربستان از رویدادهای ورزشی سوء استفاده می کند تا شهرت و سابقه نقض حقوق خود را پاک کند، چرا که با میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ توجه مثبت و گسترده رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند و در عین حال ذهن آنها را از موارد نقض حقوق بشر در کشور میزبان دور می‌کند.